یا تسلیم وطن دادن به حاکمیت ولایت مطلقه فقیه و یا پرداختن سنگین ترین بهای خونین برای دفاع از شرف خود و ملتی در زنجیر و رنج دیده. یک روز است که پشیمانی دیگر سودی ندارد و آن روزی است که به ملت تکلیف شود، تکلیف شرعی الهی به مقابله با اینها و تکلیف آخری نسبت به اینها تعیین شود. دو روز بعد در مقابل این رفتار دیکتاتور معاونه خمینی، رهبری مجاهدین باز هم با شکیبایی در یک نامه سرگشاده خطاب به خمینی آخرین اتمام حجت رو به عمل آورد و با تصریح بر مسئولیت شخص خمینی عملکردهای جنایتکارانه رژیم رو افشا کرد. مجاهدین صراحتاً به خمینی پاسخ دادن که در مقابل انتخاب بین تسلیم به ارتجاع حاکم یا پذیرش مرگ، البته که ما زیر بار تسلیم نمیریم. مجاهدین گفتن که برای اتمام حجت بذار ما همراه با هوادارامون بیایم، حرفای خودمون رو پیش خودت بزنیم، در این صورتی که به خواسته ما گوش کنی، حتی حاضریم سلاحمون هم بدیم. مجاهدین در همین نامه از خمینی سوال کردند چرا به رغم اعلام سال 60 به عنوان سال قانون و عطوفت و برادری از آزادی ها خبری نیست؟ چرا کمپین خواسته های کارگران و دهقانان ایرانی با خون خرابی و گلوله مواجه میشه؟ مجاهدین به خمینی گفتند اگه در مقابل حرفای حقی که میزنیم بازم مصر هستی و میخوای تعیین تکلیف کنی، دیگه کاری جز نوشتن وصیت‌نامه هامون نداریم. پس بذار برای بیان مواضع و شکایت هم به دیدن خودت بیایم، به این امید که زندگی مسالمت آمیز هرچی بیشتر ادامه پیدا کنه. پاسخ خمینی اختناق مطلق بود. او پاسداران و چماق به دستان را به خیابان ها گسیل کرد. در اون نقطه دیگه همه تلاش های مجاهدین برای استمرار یک زندگی سیاسی مسالمت آمیز به بنبست رسیده بود، چون خمینی برای برقرار کردن سلطنت مطلقی آخوندی و یک پایه کردن رژیمش خیز برداشت. برای رسیدن به این هدف اول باید بنی صدر و عزل و حاکمیت ارتجاعیش رو یک سویه میکرد. در این میان که بچه ها و میلیشیای قهرمان ما با انجام راهپیمایی ها و تظاهرات پراکنده